پس عاشقم شده. اصلا فلشبک‌های بازی و یه بخش زیادی از داستانش همینه که تو فلشبک روایت میشه. مثلا فکر کنم 2 ساعت اینطوری از کاتسینا فلشبکه. برمیگرده به قبل از زمانی که شروع شد این آخر الزمان در واقع. این جالبه که 751 روز پیش. تو گفتی از چه روزی شروع می‌کنیم بازیو؟ فکر کنم 740 یا 45 روز. آها پس 2 سال بودن بعد از آخر الزمان بازی شروع. آره. ولی حتی لحظه وقوعش هم نشون میده تو داستان. آه یه ویروس این کارو میکنه. همیشه پای یک ویروس در میاد. بازی شد. چاره‌ای نیست. پای نمیبینی؟ اینا یه منابع صدایی هستند که وقتی باشن. درست. یه لحظه گفتم صدا رو هیچ راهی نداره. اینا چرا انقدر زیادن؟ خب همین یه مرگ قطعیه واقعا. خب اینا رو که نمیشه زد. من نمیدونم با چه حسی وای میسی یه دونه تیر میزنی در میری. فرار کن. فرار کن. منابع صوتی. چرا وایستادی منابع صوتی؟ میخواستی چیکار؟ اگه خاموشش کنی دیگه زامبیا اونجا نمیان. بابا اینا خیلی بودن. اصلا نیدمشون. پشت آخه بار اولی که همین. اصلا میشه زد این همه رو؟ آره. چه جوری؟ باید از قبل بدونی دقیقاً میخوای چه مسیری رو بری، میخوای چیکارا کنی. خب بعد... نه وقتی این همه آدم بهت حمله میکنن زامبی چیکار میتونی بکنی؟ یعنی قطعا محکومی که بمیری؟ خیلی اون آخراش نه نه محکوم مردن نیست. از این گنده تراش هم میتونی بزنی از نظر تواناییشو داری، ولی نکتهش اینه که آه چیزی که من دیدم این بود که تو تواناییشو نداشتی. خب نه که تو منظورم شخصیت بازی. آره خب این خیلی آپگریدش کمه. خب ایتش فرار میکرد، اینا هم داشتن میخوردنش، بعدش یه تیر میزد. تنها راهش اینه که اول اسلحه‌تون خیلی قوی تر باشه، دوم کل مسیری که میدونی اینا میان دنبالت تله بذاری، کلی بمب بذاری، دوم از یه نه متوجه منظور من نمیشی. من میگم اگه اینا یهو بریزن سر راهی داری؟ نه همون شده. من اینکه برسونی به موتورت در. خیلی مسخره هستین به نظرم. خب آخه اینا انقدر زیاد نیستن تو بازی آرش، اینا خیلی کمن. این دسته ای که من دیدم اینا تهران رو میخورن. منظورم مثلا کلا 7 8 تا از اینا هست تو کل نقشه. حتی یه دونهشون هست انقدر گنده است که یکی تونسته بود بزنه 5 ساعت طول کشیده. نه بابا. بار. بریم بقیه. همونی که توی تریلر رسمی بازی بود که بیریزن از در. آره آره اصلا تمام نمیشن تو خود تریلر هم تمام نمیشن، یعنی اون نشون میده که خود سازنده ها هم نتونستن نابودشون کنن. جالب بود. آها بعد یه سم بهتون میگم برای سیف کردن باید همیشه نزدیک موتورتون باشین. این علامتی که میاد یعنی داره سیف میشه. خب بریم پس یه ذره از اون کوست داستانی هم بگیم. آره که مخفی کاری بازی رو نشونتون بدم. دست درد خدا خیرت کلا سعی کنید تا جایی که میتونید مخفی کاری برید، اون اوایلش مخصوصا، چون اگه بخواید اکشن برید و همش مبارزه کنید واقعا اذیتتون میکنه. چرا؟ چون خیلی قوی تره. کمه قوی تره. آره واقعا با اختلاف ازتون قوی تره. چون مثلا اون اولش شما حتی تسلط رو موتورتون هم ندارید، برای همین 5 تا زامبی هم بیان فریکر هم بیان بخواید از دستشون فرار کنید یهو مثلا میگیرنتون. مخصوصا که اگه سرعتتون کم باشه یه فریکر راحت میتونه از زاویه 90 درجه بپره و بندازتتون پایین. یه طوریش کردن که شما امکان نداره هر کاری بکنی بتونی بگی در امنیت کامل به سر میبری. یه چیزی که تو بررسیش بود ببخشید اینه که شخصیت پردازی این بابا کلا چیز بدی نیست، ولی خیلی هم خوب عذاب در نمیاد. یعنی مثلا تو داستان ببین میدونی بیشتر گم میشه یا میاد برات توضیح میده این چیه، اینو خوب انجام میده. خب و دیالوگوی های خود لیکنم با خودش جالب. دیالوگاش هم باحاله. آره چون به جای اینکه بیشتر از اینکه با آدم ها حرف بزنه با خودش مثلا حرف میزنه و مثلا میترسه اول میشه ایناش خوبه. ولی این هم یه کاتسینه درسته؟ آره 6-7 ساعت کاتسین داره. آره میکینگ کانتکت. آها او اون آدم ها بعد بکشی؟ نه اصلا نباید ببینید چون لباساشون خیلی قوی تر از اونه که شلی که تو بخوادشون تاثیر داشته. شیکاره هستن اصلا اونا؟ کیان اونا؟ آره میفهمی آن نمیخوام خیلی اسپویل کنم، در حد دیدنش اسپویلی نداره ولی توضیح دادنش اسپویل. آها توضیح میره تو داستان. آره واقعا ممنونم ازت محمد حسین که اینقدر اهمیت میدی به اسپویل. من ضربه خورده چون برای دوان. من چیزی جذابیت نداره. من تو کامنت تو ادمین زومجی میرم دنیا برام اسپویل میشه. بابا واقعا سخته اینطوری. الان من تای اند گیم رو میدونم، تای گیم اف ترونز رو میدونم، تای دیزگان رو میدونم، تا
ته هر چیزی که بازی که کردم.